سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من امید سیکسم و خوش اومدی به این ویدیو. آقا تو این ویدیو میخوام بهتون یه عالمه نکته های جدید نشون بدم با یه عالمه ترفند. بریم سراغ بازی که بچه بازی فوق العاده خوب بود، یه عالمه هم کیل زدم. آقا اول بازی گفتم برم فارم یه دونه از این بکپک های فیدمی انداخته بودم. آقا اصلا نگم براتون من چقدر از این بکپک خوشم میاد، چقدر از این بکپک خوشم میاد. فقط یه جایی که قلبم گرفت، اگه گفتم کجا بود، این بکپکر رو نمیشه گذاشت روی بقیه اسکینا. اینجا اومدم یه اسنایپ کنم، اول شیشه رو شکستم. بچه‌ها من شیشه رو میشکنم داریش اینه، اگه شیشه رو نشکنین یه نفر اسنایپ کنین، تیر اول تو میخوره به شیشه، یعنی به طرف نمیخوره هر کار کنین هر چقدر دقیق باشه. سری یه لوت سرعتی بزنیم و پنجره برو بیرون دیگه، فرصت خرگوش. یا بابا داشم هنوز کرونا زمین نزده ولی هنوز هم اسنایپا تک ستون چون نوا گسیدنده بودن اخی نوب نوزم. خدایا طرفشی یهو تکون خورد پشما. اینا الان درگیر بودن با هم، دارن اشپی پر میکنن. سریع برم ببینم یکی رو گیر میارم بزنم. به مولاک اسنایپر هویجم نمیارزه، خدایی میگم، خدایی تو همه تیری که زدم حداقل دو تاش دیگه 100% خورد. حالا نمیگم 3 تاش خورد ولی دو تاش دیگه 100% خورد که اصلا بازی حسابمون نکرد. یه کرونایی هم رحم نمیکنه. بچا کلا اسنایپر وقتی پلیرای دشمن در حال حرکت هم بزنین خیلی کم میخوره، حتی اگه نشونتون درست بگیرین و درست هم هدف گیری کنین. آقا من قبل هر بازی هست یه دونه گان جدید برای خودم میچینم که هم به شما نشونش بدم هم به خودم. اینجا اونو نشیده بودم، یه هلیکوپترم اومد دیگه مجبور شدم سریع یه گان بکشم که فنک کشیدم. خدا اصلا به کشیدن فنک راضی نبودم چون فنک اینقدر اتچمنت خوبی روش نیست. اینم اتچمنت فنک است، نمیگم بدم هست بچه ها، این اتچمنت اتچمنت موومن اسپیده، کلا برای اینکه جلو اسکواد بازی کنین یکم سخته، یعنی که تیرش خیلی کمه دیگه، چون یک خشاب گذاشتم روش که مومن اسپیدتون یا همون سرعت دویدنتون رو خیلی زیاد بکنه. البته میتونید یه دونه پرک خشاب هم بزنید روش که خیلی بازن کمکتون میکنه. بریم اینور، ایدراپر رو زدن. اوه یه اسکواد دو اسکواد پرید خشما. خطگیری کنیم این باستنم کسی میتونیم بزنیم یا نه. واقعا این خورد، اینم خورد خدایی نشد. یکی هم زدیم به هلیکوپتره که براشمون نده. یارو فکر کنم هلیکوپتره دوزیده، هلیکوپتر خودش نیست. بوی عزیز دلم، بیا پایین که ما هم دیگه صحبت کنیم. این همه پلیر اینجا بود، اینا کجا رفتن؟ هر دقیقه دو تا اسکواد اینجا بود، چرا با هم دیگه درگیر نشدن؟ پشمام، یعنی یه اسکواد کلا در رفت. خب این هلیکوپتر رو ول کرد، اینجا مجبورم سریع فرار کنم طبق معمول، چون نوب ترین پلیر دنیا بپره سرتون میتونه شانسی شما رو بزنه. میریم در میریم دوباره بر میگردیم چون یه هلیکوپتر دیگه سوار شدن که ببینم هلیکوپترشون سریع میتونم بتری کنم یا نه. اینجا هم نیدامو واقعا چسبوندم به فاصله همون بیشتر میکردم. از اینجا هم سریع رفتیم طرف های فارم چون ایدراب بود و صدای تیر اومد، هلیکوپتر رو سریع ول کردم، بقیه شو باسکی بور سریع کردم برم. چرا؟ چون که اگه با هلیکوپتر میرفتم خط هلیکوپتر رو میگرفتم و تازه راکتش هم میتونستم بزنم، چون راکت تا 20 متر هم جوابه. 20 اینا دیگه واقعا کیوکینا جوابه، ولی مثلا AK نه، AK اصلا میشه فقط برای نزدیک استفاده کرد. تو فاصله نزدیک هم خب اگه بردارین این نفر که SMG داره مثلا QQ نایینی راحت میزنه تو، اگه AK داشته باشین تو فاصله دور هم همینجوری که میبینی اصلا ناز میکنه اگه وقتی که پلیرها مخصوصا تکون میخورن کلا زده سن اصلا برم تو کار فقط اسلحه های نزدیک سن.
آقا صدام اگه خوابیده تازه خواب پا شدم، چشام باز کردم دارم براتون ادیت میزنم که ویدیو رو همون ساعت 2-3 براتون بذارم. عزیز دلم بیا اینجا. این امید خوابیده چیکارا که نمی کنه. بسی میرم یاراش راش میدن یا نه؟ نه مثل که راش نمیدن. حکم هم کردن دیگه، مجبور شدم سریع برم. کلا حق میکنم که قضیه خطری میشه. بریم سریع های گراوند هم اینجا بگیریم. یه دونه اسموک هم اون ور زدن. اونی بزنیمشون دیگه نمیشه. ببینید بچه ها واقعا که چقدر تو این فاصله ضعیفه. یعنی دیگه واقعا شروع شده رو بوده. اصلا 2 ساعت میگیرم رو طرف تازه و 2 ساعت میمیره آدم، اصلا حالش بد میشه با یکی تیم میزنم. بریم ولش کن، بریم ولش کن که بعد این دیگه یکی میکی بر نمیگره. یه دونه آدر بزنیم و از زون خارج شیم. نه بریم داخل زون پشمام از زون خارج شیم. یعنی بچه اینجا شانس منو ببینید، اومدم رفتم اینجا تو این خونه که آدر بزنم، اینجا هم پلیر هست که ناکه آدرم خودش کنسل میشه. یعنی بچه ها انقدر تو این بازی اعصابم از خود بازی خورد بود که نگو. اون چند بار اون عقب که داشت همه چیزم کنسل میشد، چیزم کنسل میشد که حرف خوبی نیست. اون یارو پلیتم داشت کنسل میشد، اینم از اینجا آدرم کنسل شد. ناکن این سر همین آدره چه بلایی قرار سر من بیاد. یعنی من اگه چند ثانیه زودتر اون آدره رو میزدم خیلی از این بلا سر نمیومد. حالا اومدم اینجا، ناکن اینجا شما آدر بزنید، ناکن یه پلیر داره از اون ور راشون میده. بابا فاز چی الان؟ الان فاز چیه تونو خدا؟ میبینم چون پلیرها وقتی اچ میکمه یهو گنگ میشن. آخو تونو خدا ناخو اچ میکرد چی؟ زدم من موندم این نفر سوم این یکی از کجا الان اومد؟ از اون اومد، از کجا اومد ناخو این خوش سنگ هم زدم پشمام. خب بریم سراغ گیم بعدی. همونجوری که دیدین فکر کنم دیروز بود تو ویدیو دیروزم یه بار از یه اسنوبورد به خاطر صدای باگش مردم. اون یه بار، یعنی بچه ها فکر کنم من فقط و فقط 90% که بیشتر شاید واقعا 99% مردن ها به خاطر اینه که اسنوبورد صدا نداره، یهو میاد یه متریم. مثلا یهو میبینی یه نفر یه متری کنه، اصلا از هیچ جا میاد یاد. مثلا همین قبلیه واقعا طرف از هیچ جا اومد یه متریم، یعنی نفر سومشون. یعنی تو این بازی هم این اتفاق دوباره میفته چون که یه چیز اصلا کلا رو مخیه بچه ها این اسکی برده. یعنی نمیگم اسکی برده هست کنن ها، این صداشو باید درست کنم. خیلی بده یارو یهو میاد یه متری بدون این سر صدایی، یه شاتگانی میکشود یا یه شاتگانی میزن یا یه چیزی، یهو میاد تو درگیری. خیلی بد شده اسکنم. رو کن ببینم آدر داری یا نه. نه آدر نداره. سعی بپریم پایین گلاید کنیم که گلاید هم نکرد. کلاس همون رو بزنیم که سعی بریم زیپ لاین که این کلاس اسمه که یکم خطریه بابا. کجا رو داشت نگاه میکرد پشت بابا؟ اینجا هم هلیکوپتر رو برداشتم رفتم ایدراب. یه دونه گان سریع برد. چی برداشتم اینجا؟ خودم یادم نیست. فنک برداشتم یا M4؟ بذاره نه فنک برداشتم باست همون بچه اتشمنت قبلیه. اینجا اومدم یه دونه آدر زدم، بعد پریکان درست کردم، هلیکوپتر رو نگاه انداختم تا دیدم یه نفر اضافه توشه، سریع سوار شدم که برم. چون اولین ایدراب بیشتر اسکوادای خوب اولین ایدراب سریع میان، میخوام بزنم. این میپرم رو سرت. منم اسنوبورد نداشتم، اگه باشون درگیر میشدم کلاس هم کلاس خوبی نبود، یه دفندر میزدن راحت میمیدم. سری دوباره از این ور راششون دادم که نذارم این از کجا طرف من موندم شد خطی منو گرفته بود. این ایشون سری زدم پیچیدم به بازی، یکی گیش شده داره دراپ داره جام شات میزده به اون قضیه ها. این بچه موبیلیتیتون بالا باشه اینش خوبه. ای بابا هلیکوپتر نبرد دیگه. موبیلیتون بالا باشه طرف اصلا نمیتونه بهتون تیر بزنه. آخه چه باش خوش شانس شما به این شانسی که من دارم. یعنی حاضرم بهتون قول بدم بچا دیروز من 4 بار هلیکوپتر خورده تو سرم. نمیدونم قضیه چیه. خطمون رو که گرفته سری میریم پشت. ناخون تیر نمیدونم چرا نمیتونم بزنم. از داریم مگه راحت چند تا هدشات بهش زدم و افتاد. بریم هلیو بگیریم دوباره بریم اونجا ببینیم چه خبره. فکر کنم اسکواد جدید اومده. بله هلیکوپتر اومده. بزنیم هلیکوپترشون داش کجا میره. اوه اوه یکی داره تیر میزنه.
دو نفرم دارن از زیرمون میرم. چرا اینو نهیدم؟ اینو کجا اومدن؟ کجا؟ چقدر بدشانس هلیکوپتر خورد تو سرفی همه بدشانس هره. هلیکوپتر کشتش، من نکشتمش. خشمان بابا. من کشتمش؟ نه کیلش به اسمم ثبت نشد. ای بابا اینجا. این اسکواد دومیه که اومد با هلیکوپتر جدید، رفتم تو اسموک این قایم شدم، چون گفتم شاید یه درصد اونا اسموک نداشته باشن که نتونن منو ببینن. یعنی خدایی طرف ثابت نشسته سر جاش بایی که نمیره پشمو. چه بد مرد طرف. این بالا الان هنوزم پلیر هست، یکیش حداقل با دوتا باشه، چون من دوتا آریدم. اون طرف هم که زدم وست شکست، اون هم یکی دیگه. اینجا چک کنیم ببینیم همشون اوکیه. بله دوباره ببینیم بالا سرشون، یه خط بگیریم ببینیم کجان. این یکیشون بزنم سری، اون که دیگه نمیره نزدیکش طوره. استپا داریم بچه، اینو زدم سری در رفتن، چون که همیشه نکن یار سری اومد. دیدین همیشه یکی اون میزنیم اون چهار نفر دیگه راش میدن سرتون. الان متاسفانه اسکیبورد هم صداش باگه، اصلا نمیشه. یعنی یه جامون، یعنی یه جا که یه نفر میزنیم سری درین، چون امکان داره تو یه ثانیه بعدش یاراش با اسکیبورد بیان اون سرتون. کلا اسکیبورد خیلی وضعیتش خرابه. نه که اومد اینجا کیل ما رو اومد دزدید بکنه. نه کیلم نتونست بدازه. وای وای چقدر جدیدن اسکیبورد بدم میاد. حتی اینو بگیریم این چیکار میکنم. یارش دور شد، سری اینو بزنیم. یه نفر آخرشون کله مردن نداره اینو. نه شوی بازی سم بندازیم نووا گس داریم. اوکی چه عجب سری بریم هلیو بگیریم. پایینمون چه خبره؟ دو نفر نکنیم بچه. میگم اسکیبورد چقدر داغونه، دو نفر تو نیم ثانیه بهم راش دادن. اصلا یعنی اسکیبورد بعد رفته رو اصابم جای دارم. از اینجا سعی میکنم برم اون دو نفر دور بزنم، یه دیده بهتری بهشون داشته باشم. کجا رفتم؟ اینا هاشون پیداشون کردم، رفتم اون بر. یه هلیکوپتر خطریه، به خاطر همین سعی این بر میخریم ببینیم اونا یه خطی ازشون میگیرم. نه میبینید بچه ها چی دارن نگاه میکنن، یعنی خطمون گرفتن امکان این که اسنایپر هم داشته باشن زیاده. خاطر همین کلا سعی میکنم خودمون نشون ندم تا درگیران سری راششون بدیم. این ور بالا این خونه ببین چند چندیم. اونجا اون اسکواده رو که زدیم اومدم سلاوس ببینم سلاوس چه خبره. سعی رفتم با اینجا زیپلاین رو برم بالا یه هایگرام رو سرشون بگیرم. بعدش هم رفتم اون سقف هر چقدر آقا من اون وای سادم اینا از اینجا بیام بیرون. نیومدن که نیومدن.
یه گفتن خودم میرم زون داره میاد این بوی واقعا چقدر کم بکنی که میخونه این بیرون ما که دقیقا دک نکردم این کمپرها رو کل زندگیم ولی خب به هر حال اینجوری صدا پای دیگه داریم خاطر پارکور خوبی که میزنیم راحت میتونیم دومی هم بزنیم یه صدا پای ریزم که از داخل میاد اینجا خواست همه برم بالا دیگه گفتم نمیارزه خط گرفتم راحت چند تا زدم افتاد اینم نفر سوم شد نفر چهارم دیگه نمیدونم کجاست یعنی واقعا یه اسکواد توی خونه کم کردین پشما از اینجا هم بریم طرف این بالا مالا ببینیم تانک و اینا کجا رو چه خبره آقا یه چند تا کلاستر هم بهشون بزنیم یه دونه دو تا در رفت این تانک وقتی حرکت که میکنه دیگه کلاستر ها بهش خیلی کم دمیج میدن ولی با این خواهد خوب دمیجش کردیم اینم بزنیم کیل 24 از اونجا هم بریم اینجا یه دونه های گراوند سری بگیریم این نید آخرم به تانکی بزنم که دیگه کسی نتونه سوار شه بترکه این یارو آرمین دویله تا الان کجا بوده من این اولین بار اسمشو میبینم توی بازی کل بازی و کمپ بوده این پلیر پشمام ای تیرامون هم که نمیخوره بریم با یه فنکی حالی بهشون بدیم این کمپرها رو کلا با اسکواد کمپر خیلی هار میکنن وای میسن کلا اسکوادشون بمونه با یکی دو نفر بعد اون یکی دو نفر راش میدن و مثلا این بازی هم وین بشه که چی خدایی که چی فکر کن بازی رو ببری دوتا کیل داشته باشی کلا پشمام خب دیگه اسنوبورد صدا نداشته باشه همین میشه دیگه طرف میاد یه متریت بدی شاتگان میزنه کل بازی هم کم کرده که بودن دوتا کیلم داره دوبار اسمش کلم اومده جی جی خوب بردی.